شما چطور بچه ها؟ هرچی بیشتر با آماده شدن بی تی اس برای دبیشون نگاه کنید نکته یه کننده تر این بود که هیچ کدوم از اون هفته پسر از شهرها و عرضش های مختلف سلیقه موسیقی و زمان صرف شده توی تمرینات مختلف پاپس نکشیدن و داره همدیگه جمع شدن تا تلاش کنند تا کمتر از یه سال دیگه به عنوان یه تیم دبیو کنن جیهوب در این مورد یه سری نظرات صاف و پوسکندهی داره. ما اولش با هم خوب جوش نخوردیم. پیشینه ما خیلی متفاوت بود و چیزهای متفاوتی هم میخواستیم. یکی میگفت میخوام موزیسین شم. اون یکی میگفت من فقط دوست دارم روی استیج باشم و تطبیق دادن احساسمون از اهداف مختلف به سمت یک هدف واقعا خیلی سخت و دشوار بود. ولی برخلاف انتظار تصمیم گیری دبیوی اونها به عنوان بی تی عامل موثری در نزدیک شدن اونها به همدیگه داشت. تهیون به یاد میاره و میگه در حالی که من با جیمین که همسن خودمه و همینطور بقیه اعضا خیلی بحث کردم اونقدر با هم کار کردیم و اونقدر با هم صحبت کردیم که کم کم واقعا حس کردیم داریم تبدیل به یه تیم میشیم. نام جون که پلیلیست های هیپ هاپ خودش رو می ساخت و جی که رقص یاد میداد و این حرکاتشون ناشی از ناامیدی اونها برای دبیوشون بود. جی درباره اینکه چطور این هدف روی اونها تاثیر گذاشته اینطوری توضیح میده و میگه لحظه ای که تصمیم گرفته شد هفتای ما به عنوان یک گروه دبیو کنیم موقعی بود که کانسپت ما به عنوان یک گروه سر جای خودش قرار گرفت. ما میدونستیم لازمه چه کارهایی رو انجام بدیم چه نوع رقصی و چه نوع آهنگی میخوایم بسازیم و بین خودمون خیلی زیاد حرف میزدیم اینطوری که ما یا به من این هدف رو دارم شماها چی میخوایم بچه ها میتونیم اینو با هم دیگه انجامش بدیم یه همچین چیزایی همبستگی اونها فراتر از گفتگوهای بیقلقش بود و به تمام جنبه های زندگی اونها سرایت کرده بود. تهیون میگه که از طریق نقاط اشتراکشون توی زندگی روزمره به سایر اعضا نزدیکتر شده. تهیون اینطوری برامون توضیح میده و میگه هممون نیاز داشتیم که رژیم بگیریم اما من و جون توی اون خیلی خوب نبودیم. و از اونجایی که روح همخان بودن یه چیز خیلی جدیه من و نامجون اکثرا برای خوردن یه چیز خوب با همدیگه به بیرون میرفتیم یا یه, یه چیزایی برای خوردن قایم میکردیم و مخفیانه با همدیگه به اشتراک میذاشتیمشون و میخوردیمشون روش ساخت تیم تهیونگ در مورد اعضای جوونتر هم به کار می اومد. تهیون اینطوری برامون توضیح میده و میگه من با جیمین یواشکی از خوابگاه بیرون می رفتیم با هم دیگه و با هم غذا می خوردیم و حرف می زدیم. یا با جونکوک با آب گرم جیم جیبانگ بانگ می رفتیم. یا وقتی که برف می اومد سورت می سواری می کردیم. بعد وقتی که منیجر توی خوابگاه ما رو چک می کرد وانمود می کردیم که هیچ اتفاقی نیفتاده و بعد از این حرفام کلی همون موقع ها جین در حال جستجو برای چیزهایی که با تهیون توی اون اشتراک داشتن بود و از این طریق بهش نزدیک تر شد. اینطوری توضیح میده و جین اینطوری توضیح میده و میگه تا وقتی که تهیون و بعد جیمین وارد کمپانی شدن همه یه کارآموزایی که بهشون نزدیک بودم اونجا رو ترک کردن به جز حدود ده نفر که به نظر پتانسیل بالایی داشتن فکر میکردم اگه کارآموزای بیشتری برن این خیلی ناراحت کننده است که باعث شد خیلی به این فکر کنم که باید برای نزدیکتر شدن تلاش کنم تهیونگ مانهوا و انیمه قدیمی دوست داشت مثل من پس من به سمت اون رفتم و گفتم هی تو این یکی رو دیدی و اینطوری بود که با هم دیگه دوست شدیم نامجون و شوگا به اعضا هیپ رو یاد داده بودند جیهب رقص رو یاد میداد و جین از همه مواد اولیه ای که توی خوابگاه پیدا میشد برای پخت غذا برای همه استفاده می کرد. توی این پروسه اعضای بزرگتر شروع به درک کردن اعضای جوانتر کردند و جوانترها از بزرگترها الگو برداری میکردند جیمین از تاثیرات موزیک و دلگرمی که از اعضا دریافت کرده بود میگه هیونگ برای من یه حس سرد بودن منتقل می طوری که اونها اینطوری بودن که من فقط خوشم میاد آهنگ گوش کنم خیلی بیقلقش شوگای یکم خون سرتره و همه چیز رو ساده و محکم میگه ولی اون اومد پیش من و یه چیزای شبیه این گفت امیدوارم سخت کار کنی و خوب انجامش بدی من نمیتونستم هیونگا رو دوست نداشته باشم و اینطوری بود که به موزیکشون علاقه مند شدم از یه طرف دیگه شوگا از طریق مکالمات خودش با بقیه اعضا یاد میگرفت که چطوری با جهان ارتباط برقرار کنه شوگا توضیح میده و میگه احترام به این حقیقت که هممون آدم های متفاوتی بودیم واقعا سخت بود من قبلا خیلی افراطی بودم و یه طرز فکر سیاه و سفیدی داشتم ذهن خواب من فکر میکرد که چرا اون اونطوری فکر میکنه یا آدم عادی نباید این طوری فکر کنه و در نهایت فراتر از فکر اون پسر با من متفاوته به سمت قبول این که اون شخص فقط خودشه رفتم و این خب یکم زمان برد پاسخ به این سوال که چرا هیچ کدوم از اعضای بی تی توی این مدت جا نزدن ممکنه توی بعضی از کلمات اعضا پیدا بشه جین شرایط رو توی اون زمان خلاصه میکنه و میگه تطابق کلمه درستی به نظر میرسه چون اولین باری که وارد خوابگاه شدم فهمیدم آه حس میزنم از الان به بعد باید اینطوری زندگی کنم. شوگا از غرور خودش به عنوان یک موزیسین میگه اگه موزیک نبود شاید کارو نصفه و نیمه می ول میکردم یا اگه توی کمپانی دیگه ای با فرهنگ متفاوت بودم نمیدونم من در زمینه ساخت موزیک چیزهای زیادی از خودم منتشر کردم نمیدونم چطوری اون موقع انقدر اعتماد به نفس داشتم و همه اون آهنگوار رو ساختم خیلی هاشون هستن که من الان از گوش دادم بهشون خجالت میکشم اما اونایی که شیفته یه هیپاپن این حالت رو دارن من بهترین در جهان هستم میدونی چطوریه؟ بعدش هم کلی میخنده و البته که باید از لیدر تیم بشنویم اعضا فقط آدمای خیلی خوبی بودن آدمای خیلی خوب نامجون ادامه میده و میگه تنها کاری که بلدم اینه که چطوری موزیک بسازم من وارد این کمپانی شدم تا موزیک بسازم به خاطر اینکه معتقد بودم کار من از ریشه و بن ساخت موزیکه و از اونجایی که من برای مدت طولانی اینجا بودم بیشترین حرف رو برای گفتن داشتم صادقانه بخوام بگم این کار منو به عنوان یه لیدر خیلی ساده کرد و من از بقیه اعضا احترام خیلی زیادی گرفتم این باعث میشه فکر کنم اونا توی شناخت و پذیرش همدیگه خیلی خوب عمل کردن اونا واقعا رفتار خوبی با هم دیگه داشتن. مدت زمان زیادی که تا دبیوی اونها طول کشید، به خوبی صرف آموزش و اعتماد سازی اونها به هم دیگه از طریق گفتگو و تبادل نظر شد. اینطوری شد که هفت عضوی که از هر نظر با هم دیگه متفاوت بودن شروع به تبدیل شدن به یه تیم کردن درست مثل لیریک آهنگ پالدو گانگسان چهار ماه بعد از دبیو توی فیلمی که توی همون استدیو یه تمرین گرفته شده بود نشون از این میداد که اونها بیوقفه میخوندن و میرقصیدن